بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گرانقدر به درس روز هفتم برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس روز قبلی ما شما روی ایجاد کردن مشتری به شکل انفرادی در برنامه کویک بوکس گپ زدیم که چه قسم ما میتونیم مشتری را در برنامه کویک بوکس به شکل انفرادی اضافه کنیم. امروز ما شما روی کماندی add multiple customers or job گپ میزنیم. اگر ما خواسته باشیم چندین دانه مشتری را همزمان در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم، پس ما از این کماند استفاده میکنیم. خب میایم روی این کماند کلیک میکنیم. وقتی که شما روی این کماند کلیک کردین به این شکل یک صفحه برای ما باز میشه و امو مشتری که ما شما قبلا با خود داریم در برنامه کویک بوکس اول نامه ازور نشان میده که تو یک مشتری داری به نام احمد، علی احمد، نام کمپانیش ودان اینجوی است. اگر خواسته باشین شما که به اساس اینمی کالمایی که فعلا در اینجا وجود داره به اساس ازمی شما بعضی معلومات در اینجا اضافه کنین و بعضی معلومات مثلا اسکیپ کده هم میتونین، پس بیاین در اینجا معلوماتش نوشته کنین، اونو معلوماتی که شما علاقه مند هستین اونو نوشته کنین، بعد از او فقط روی سیف چینجز کلیک کنین، در برنامه کویک بوکس ما شما اینی مشتری که شما در اینجا اضافه کردین در اونجا چی میشه؟ اضافه میشه. مثلا ما میام در اینجا نوشته میکنم یک مشتری است به نام سلام خان. سلام خان ای در کجا کار میکنه؟ میگم ای هم در ودان انجیو کار میکنه. خب فرست نیم ازی چیستا؟ میگم که سلام. لاست نیم ازی چیستا؟ خان هستا. شماره تلفن و دیگه 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 معلوماتش اگه اضافه میکنه خوب، اگه اضافه نمیکنه هیچ مشکل نیست، ما میتونیم که مشتری را ثبت کنیم یا جور کنیم. دیگه هم مثلا نوشته کردیم که مشتری نام مشتری دیگه ما سرباز هستا، ای دی یو اس ای فرض مثال شکل مثال میگم براتون کار میکنه. فرست نیم ازی چیستا؟ سرباز. و لاست نیم ازی چیستا؟ خان هستا. ببینین وقتی که ما روی سیف چینجز کلیک کنم برای ما یک پیام میده که تو کاستومر ریکاردز هاف بین سیفد، دو دانه ریکارد مشتری تو که هست برنامه کویک بوکس اضافه شد و او سیف شد. وقتی که اوکی کلیک کنم، اگر خواسته باشین که ببینین او را باز بین روی کلوز کلیک کنین، وقتی که ای را کلیک کردین ببینین شما دو دانه مشتری همراه ما شما چی شده در برنامه کویک بوکس اضافه شده. و وقتی که ما شما مشتری را امی کرنسی شه که انتخاب نکنیم در برنامه کویک بوکس، کویک بوکس که از اتوماتیکلی سر به خود برازی هوم کرنسی را انتخاب میکنه و هوم کرنسی ما شما چیسته؟ افغانیسته. خب آلی اگر خواسته باشیم ما باز میم در ات ملتیبل کستومر. در این مثال اگر شما خواسته باشین بعضی فیلدهایی که مثلا شما نیاز ندارین که او را اضافه کنین، او را اگر خواسته باشین که از بین ببرین، به خاطر از بین بردن فیلدهای اضافه یا کالمای اضافه ما میایم روی کاستومایز کالمز کلیک میکنیم. وقتی که او را کلیک کردی هر کالمی که به نظر تو زیاد نیاز نیست که در اوج شما معلومات درج کنین او را از اینجی ریموف کنین. مثلا مستر اینی کالم که هستن ایرم چی میکنم؟ ریموف میکنم. فرست نیم ضرورت نیست میگم، ایرم ریموف میکنم. میدل اینیشیل هم ریموف میکنم، ایرم ریموف میکنم، به خاطر اینکه نامش دیگه هست، نام است، نام کمپانی است، مین فون نمبر است، ای فاکس هم دیلیت میکنم، ایرم دیلیت میکنم، ایمیل ادرس هم میمانم و ایمیل ادرس هم ماندم، ایرم ریموف میکنم، ای بل تو ایرم میمانم، دیگرایش چی میکنم؟ ریموف میکنم. بعد از او فقط اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردین شما ببینین اینمی شیتا که در حقیقت به شکل شیت اکسل است اینمی را برای ما به اساس اونمو کستومایزیشن که ما کردیم جور کرد برای ما، یعنی اونو کالمایی که ما انتخاب کردیم وار آورد دیگاهش چی کرد؟ از بین بود. پس آلی بسیار براحتی ما میتونیم که مشتری دلخواه ما چی کنیم به اینجا اضافه کنیم. مثلا آمدم نام دیگه مشتری ما که هست امید است فرض مثال و ای در کجا کار میکنه؟ ای در فرض مثال در ام او اف وزارت مالیه کار میکنه. شماره تلفن از چند است؟ مثلا 79024 25 است و ایمیل ادرس از چی است؟ فرض مثال omid@mof.gov.af ایمیل ادرسش است.
وقتی که بل ما بررسی میتیم به کدام نام مثلا بل میتیم به کی بل میتیم نام مو اداره یا نام هر امو ارگانیزیشن نوشته میکنیم خب عالی ایم فرض مثال نیاز نیست میام باز در کستومایز کالم ایرم چی میکنم ریموو میگم اوکی کلیک کردم او هم از بین رفت خب وقتی که این معلومات شما اضافه کردیم برز و سیف چینجز بکنیم ببینیم که یک ریکارد دیگه هم در بخش سکشن کستومری برنامه کویک بوکس ما شما چی شد اضافه شد ایرم کلوز میکنیم ببینیم شما امید آمده بله آمده خب باز می ما در ارک ملتیپل کستومرز اگر شما به بار اول برنامه کویک بوکس استفاده میکنین و دیتای قبلی شما که است در پروگرام اکسل هستن این حال شما میخواین که تمام سیستم هایتان از برنامه اکسل به برنامه کویک بوکس انتقال بدین مثلا ما 200-300 مشتری داریم و او مشتری اگر ما در اینجا یک یک دانه زور اضافه میکنیم خب بسیار زمان کار داری وقت زیاد کار داره و ما نمیتونیم که او قدر وقت برای اضافه کردن مشتری بدیم یا وقت نداریم پس اگر شما خواسته باشین که مستقیم دیتا را از برنامه مایکروسافت اکسل در برنامه کویک بوکس انتقال بدین این کار هم میتونین که از اونجا دیتا را کپی کنین و در اینجا شما دیتا را پیست کنین هیچ مشکل نداره مثلا ما برنامه کویک بوکس مینیمایز میکنم در روی دسکتاپ ما یک فایل اکسل داریم به نام کاستومر لیست ای را اوپن میکنیم شما ببینید در اینجا همراه ما 4 دانه مشتری هستن ما به شکل نمونه 4 دانه مشتری را جور کردیم او دی کالمایی که وجود داره کاستومر نیم است کمپانی نیم است مین فون نمبر است ایمیل آدرس است و اوپنینگ بالانس است که اوپنینگ بالانس ما شما روز اول که مشتری را جور کردیم یا جور میکردیم اونجا کپ زده بودیم اوپنینگ بالانس از یا صفر است این حال اگر شما خواسته باشین تمام از مشتری را یک دفعه در برنامه کویک بوکس انتقال بدین کل مشتری را سلیکت کنین البته یک چیز متوجه باشین هر کالمه که در اینجا شما دارین باید در اینجا پیش ما شما باشه مثلا نیم است اونجا نیم است کمپانی نیم است اینجا کمپانی نیم است فون نمبر است اینجا است ایمیل آدرس است اونجا است مثلا اوپنینگ بالانس نیست ما نیاز نداریم میره کپی کنیم پس اینی معلومات ما چی میکنیم کپی میکنیم شما میتونید یک کالم انتخاب کنین یک دونه را رو انتخاب کنین و مکمل از زیر هم میتونین البته عنوان را کپی نمیکنین شما نمو کالم هد کی هستن بعد از اینه ما سلیکت میکنیم وقتی که سلیکت کردی کپی میگیم کپی که کلیک کردین اینه مینیمایز میکنیم پس میام در برنامه کویک بوکس در اینجا که اومدین فقط در این قسمت در هر جا که هستین کنترل وی از کیبورد پرس کنین یا رایت کلیک پیست بگین وقتی که اینه کلیک کردین اونمو معلومات دیتایی که شما از اوجه کاپی کرده بودین مستقیم در چی شد امره ما پیست شد یعنی اگر 1000 مشتری هم باشه شما به این شکل فقط از طریق کماند کاپی پیست در برنامه کویک بوکس میتونین اونمو مشتری ها را چی کنین انتقال بدین شما ببینید وقتی که مشتری را انتقال دادم بعد از ما سیف چینجز بگیم باز برای ما پیام میده که 4 دانه مشتری در برنامه کویک بوکس تو اضافه شد این حال ببین وقتی که سیف چینجز گفتم برای ما پیام داد 4 کاستومر ریکاردز have been saved بعد از اوکی کلیک میکنم و کلوز میگم و اینجا شما ببینید 4 دانه مشتری دیگه همراه ما چی شده اضافه شدن خب این بود دوستا درس امروزی ما انشالله به درس بعدی که ما شما روی اد جابس یا جاب گپ میزنیم که چه قسم ما میتونیم جاب به مشتری یک جاب مشخص ما در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم